درود بر شما دوستای عزیز امیدوارم که حالتون عالی باشه دوستان اگر این سال واسه شما هم پیش اومده که چه سهمی رو بخرید که حداقل یک بخشی از این ضررهایی که توی این مدت کردید رو جبران کنه یا اینکه هستن الان این روزا دور دور چه سهمی هست توی این ویدیو همراه من باشید من تصمیم دارم که چند تا سهم خوب رو که خودم قصد خریدشون رو دارم توی یکی دو روز معاملاتی آینده بهتون معرفی کنم. دوستان عزیز تمام سهمایی که توی این ویدیو معرفی می کنم صرفا سهم هستن که خودم قصد دارم توی یکی دو روز آینده خرید بزنم و اون هم به صورت پلینن این که کل سرمایم و یک جا وارد سهم بکنم بنابراین اگر حد ضرری تعیین می کنم لطفاً به حد ضررها پایبند باشید و در صورتی که حد ضررهاتون فعال شد از سم خارج بشید مسئولیت خرید کاملا بر عهده خودتون هست من فقط سهمایی که توی لیست خودم برای خرید خودم در نظر دارم رو فقط معرفی می کنم خب بریم سراغ نماد اولی که من مد نظر دارم برای خرید خودم نماد فلوله از گروه فلزات اساسی هست. حالا چرا نماد فلوله؟ به خاطر اینکه خب اه توی اه میشه بگیم بازه چند ماهه گذشته وارد یک فاز اصلاحی شده و این اصلاحش تقریبا داره تموم میشه بر اساس کندلی که توی روز معاملاتی چهارشنبه زده شد میشه گفتش که تقریبا توی وضعیت نسبتا مناسبی قرار گرفته خب حالا ببینیم شرایطش از چه قرار هست اگر قصد خرید داریم حد ضرر رو کجا بگذاریم و اینکه توی چه درصدی از سود میتونیم از سهم خارج بشیم خب دوستان فلوله توی این موج آخر اصلاحی خودش حالا کاری نداریم که اومده و تا قیمت حوالی 2700 تومن هم رشد کرده و بعد مجددا فاز اصلاحی رو پیش گرفته تا قیمت 1930 تومن 1940 تومن هم اصلاح داشته اما روز آخر معاملاتی رو اگر دقت بکنید از بازه منفی تا حتی به بازه مثبت هم کشیده شده و با یک کندل این گالفینگ کل در واقع کندل روز قبل رو در بر گرفته بنابراین میتونیم بگیم که شاید این انتهای اصلاح هست از طرفی بر اساس فیبوهایی که من رسم کردم از قبل این اصلاح این موج آخر رو اگر در نظر بگیریم یک اصلاح زیگزاگ هست. خب وقتی اصلاح یک اصلاح زیگزاگ هست انتظاری که ما از در واقع انتهای موج C داریم اگر اینو A، B و C در نظر بگیریم انتظاری که ما از انتهای موج C داریم اینه که در نهایت بیاد بین 100 درصد تا حداقل دیگه 113 درصد موجا قبلی که معمولا این درصدها یک مقداری برای زیگزاگ های کشیده یا ممتد هستند خب الان ما میبینیم که یه وضعیت در واقع کندلستیک خیلی خوبی داره روی سطح 7286 هم هست تقریبا با این شدویی هم که زده شده توی حوالی کف قبلی رسیده و این خط آبی رنگی رو که من رسم کردم توی با توجه به گذشتش میتونیم بگیم یه خط روند هم به حساب میاد. خب آخر قیمت معامله هم برای روز چهارشنبه بوده 2104 تومن. حالا فردا باید ببینیم که وضعیت این نماد به چه صورت خواهد بود. و اگر فردا هم تابلوی نماد رو بررسی میکنیم و هم وضعیت نمودار نماد رو بررسی میکنیم اگر شرایط برای خرید نماد مناسب بود شما میتونید اقدام به خرید بکنید چرا که به لحاظ تکنیکال میتونیم بگیم که نمودار فلوله توی جایگاه مناسبی برای خرید قرار گرفته خب حالا من قصد خرید این نماد رو دارم حد ضررم رو کجا بگذارم حد سودم رو کجا قرار بدم خب با توجه به اینکه ما فعلا با این کندل این گالفینگ نمیتونیم تصمیم بگیریم صد درصد دیگه روند قرار برگشت بکنه میتونیم حد ضررمون رو بذاریم تقریبا به اندازه کف قبلی یعنی شدوی کف قبلی رو در نظر بگیریم و حد ضررمون رو بگذاریم روی قیمت حدوداً و بین 1800 تومن که 100 درصد موج قبلی هست تا 1828 تومن این محدوده رو میتونیم به عنوان حد ضرر قرار بدیم چنانچه حد ضرری فعال شد سهم رو میفروشیم و مجددا منتظر میمونیم تا توی قیمت های پایین تر مجدد بتونیم اون سهم رو با یه قیمت بهتری خرید کنیم و گفتم مسئولیت خرید به عهده خودتونه لطفا حد سود و حد ضرر رو در نظر بگیرید و به همون اندازه سرمایتون رو وارد بکنید تمام سرمایه رو وارد نکنید که خدایی نکرده متضرر بشید خب حد ضرر رو تعیین کردیم و حالا میخوایم ببینیم الان چرا میگم این سم برای خرید مناسب هست ما الگوی کندلستیکش رو چه کردیم میخوایم از در واقع اندیکاتورها اندیکاتور مکدی رو هم یک نگاهی بهش بندازیم خب ما همیشه توی مکدی معمولا به دنبال واگرایی ها هستیم. دو تا کف رو که با هم مقایسه بکنیم توی همین موج آخر کف آخری که اینجا هست یعنی روز معاملاتی آخر هفته گذشته به لحاظ قیمتی پایین تر هست از کف قبلی حالا همون کفا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اه نه برعکس و مکدی داره یه واگرایی مثبتی بهمون نشون میده و خب هی خطوط هیستوگرامش هم که در حال کوتاه تر شدن هستن اما ما سری فردا اگر سهم صفحه خرید بود اقدام به خرید نمی کنیم اینو چندین بار من گفتم به خاطر اینکه سهم قطعا صفحه خرید باز نمیشه و صفحه خریدم بسته بشه یه کندلی زده میشه شما سعی کنید توی بهترین قیمت ممکن این در واقع سهم رو شکار کنید یه واگرایی مثبت توی ما،, ما توی مکتی واگرایی مثبت دیدیم خب این یه سیگنال ولی فردا میتونیم سیگنال قطعی رو از مکدی بگیریم بنابراین واسه همینه هی تکرار میکنم که فردا سهم رو حتما چک بکنید RSI رو هم به عنوان یه اندیکاتور پیش رو اگر چک بکنیم ببینیم آیا این واگرایی رو که من اینجا دیدم توی مکدی اینجا هم میتونم ببینم خب بله حالا واگرایی به صورت یک شیبه منفی نیست ولی تقریبا میشه گفتش که یک خط مستقیم هست که حالا به سمت بالا هم با توجه به این کندل سبز رنگ حرکت کرده خب من هم مکدی به هم واگرایی مثبت داده و هم خط RSI به هم مثبت داده حالا ما مکتی و رو چک کردیم بریم و تابلوی معاملاتی سهم رو هم چک کنیم خب اینم از تابلوی معاملاتی نماد فلوله خب دوستان اگر دقت بکنی توی اون جلسه تابلو خانی که با هم داشتیم من به یک نکته ای اشاره کردم و اونم حجم معاملات بود که بیایم مقایسش بکنیم با میانگین حجم ما یه مقایسه ای که میکنیم مثلا نیازی هم نیست ضرب و تقسیم و کار خاصی انجام بدیم یه نگاه چشمی که میندازیم حجم معاملات 6 میلیون بوده توی روز چهارشنبه در حالی که میانگین حجم ماه 5 میلیون بوده یعنی تقریبا یک میلیون حالا کاری به خوردش نداریم حجم معاملات توی روز چهارشنبه از کلا میانگین حجم ماه برای نماد فلوله بیشتر بوده خب حالا میریم توی سربرگ حقیقی حقوقی و نگاه میکنیم ببینیم قدرت دست خریدار حقیقی هست یا قدرت دست فروشنده حقیقی کار به حقوقی ها نداریم چون درصد خرید و فروششون خیلی مقدار جزئی هست من از قبل خرید و فروش سرانه در واقع خرید و فروش حقیقی و حقوقی رو حساب کردم توی روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه اگه اشتباه نکنم سرانه خرید حقیقی نماد فلوله بوده 15 هزار تا سرانه فروشش بوده دوازده هزار تا خب این داره به ما میگه که قدرت قطعا دست خریدار حقیقیه از طرفی ما وقتی نمودار رو چک کردیم یه در واقع حجم معاملاتی هم داشت بهمون به یه چشمک میزد که من از میانگین حجم ماه بیشترم خب بنابراین میتونیم فلوله رو برای خرید توی یکی دو روز معاملاتی آینده زیر نظر داشته باشیم خب برگردیم و روی خود نمودار حد ضرر رو که برای خرید ما در نظر گرفتیم ببینیم اگر قصد داریم این رو بخریم تا کجا نگهش داریم خب من حد سود رو هم بهتون میگم و بعد از اون حالا یک مقدار پایین تر یا بالاتر باز هم مسئولیت با خودتون میتونید از سهم خارج بشید ما وقتی که معمولا یه زیگزاک میبینیم حالا با توجه به اینکه انتهای زیگزاگ کجا بوده باشه یه موج بعدی که انتظار داریم بزنیم خب موج یک دو سه چهار پنج هست ما انتظارمون ایره که حالا در واقع فلوله قرار باشه که رشد بکنه در گام اول بیاد تا خط 61 و 8 درصد موج قبل خودش یعنی تا حوالی قیمت 2426 تومن و خیلی هم دور نیست یعنی احتمالا توی شاید یک هفته یا شاید حالا یک مقدار بیشتر توی یک هفته معاملاتی آینده بتونه به همین میزان سود برسه و شما بتونید خیلی راحت یک مقدار حالا قابل توجهی از این سهم سود بکنید و همه اینها مستلزم اینه که فردا این خط رونده شکسته نشه یا اگر هم شکسته میشه نهایتا دیگه بیاد روی قیمت 1874 تومن چون ما حد ضررمون رو توی حوالی 1800 تا 1828 تومن قرار دادیم و اگر حد ضرر فعال شد اصلا خارج میشیم خب بریم سراغ نماد بعدی خب نماد بعدی نماد KBC هست که مرتبط است با بازار دوم فرابورس از گروه مواد و محصولات دارویی خب اول من تابلوی معاملاتی روز چهارشنبهش رو آوردم و توی روز چهارشنبه همونطور که میبینید باز یه نکته قابل توجهی که چشمتون رو باید بگیره همون حجم معاملات است که حجم معاملاتش 11 میلیون برگ سهم بوده و میانگین حجم ماهش تنها سه میلیون بوده و خب این چندین و چند برابر میانگین حجم ماه روز چهارشنبه معامله شده خب حالا میریم توی سربرگ حقیقی و حقوقی ببینیم که توی هشت بهمن که میشه چهارشنبه یعنی آخرین روز معاملاتی از هفته گذشته قدرت دست کی بوده؟ قدرت در واقع دست خریدار حقیقی بوده یا فروشنده حقیقی؟ خب ما یه نگاه ساده که بندازیم به خرید و فروش حقیقی فعلا کاری به حقوقی هامون نداشته باشیم البته که در صد فروش حقوقی هم یک مقدار بالایی بوده و نمیشه این رو نادیده گرفت ولی من از قبل باز این رو حساب کردم برای سهم KBC سرانه خرید حقیقی 16183 بوده سرانه فروش حقیقی 6445 بوده 16 هزار کجا 6 هزار کجا خب این یعنی قطعا قدرت دست خریدار حقیقیه با توجه به اون درصد خیلی بالایی هم که حقوقی ها فروختن میتونیم بگیم که این خودش یک سیگنال خرید از تابلوی معاملاتی به حساب میاد نمودارش رو هم که چک میکنیم حالا بر اساس همون امواجی که من شمردم و فیبوهایی که من با توجه به امواج الیوت رسم کردم انتظار میرفت توی این محدوده مستطیلی که من رسم کردم انتهای این موج اصلاحی قبلی باشه که می بینید یک کندل سبز خیلی بلند زده شده که فکر کنم از منفی ها به مثبت پنج هم کشیده شده و توی بازه مثبت 5 بسته شده روز معاملاتی بعدی هم مثبت بوده و این یعنی که در واقع اینجا انتهای روند اصلاحی بوده حجم معاملات رو هم که با هم روی تابلو ملاحظه کردیم اینجا هم حجم خیلی بالا از معاملات رو میبینیم خب اگر قصد خرید نماد KBC رو داریم حد ضررمون رو کجا قرار بدیم میتونیم یه کار در واقع بهش بگیم یه کار عقلانی و معقولی که میشه انجام داد اینه که بیایم سطوح فیبو رو به عنوان حد ضرر قرار بدیم ولی از اونجایی که روز سه شنبه این کندل برگشتی زده شده و چهارشنبه هم در نهایت صفحه خرید بسته شده پیشنهادم اینه که حد ضرر رو بذاریم انتهای این کندل یعنی بذاریم تقریبا به صورت محدوده من مشخصش بکنم بین قیمت 2789 تومن میتونیم بذاریمش تا قیمت 2864 تومن و در صورتی هم که حد ضرر ما فعال شد از سهم خارج میشیم حالا اگر ما این سهم رو خریداری کردیم قراره که تا چه حد به همون سود بده توی یک بازه کوتاه مدت من میخوام میزان سود رو براتون مشخص بکنم توی همون بازه کوتاه مدت که داریم در موردش صحبت میکنیم اگر من رنگ این رو تغییر بدم میشه بین این محدوده یعنی حد سود شما میشه بین قیمت 3858 تومن تا 4286 تومن خب این محدوده قیمتی میشه حد سود شما ممکنه بیاد تا 4286 تومن و بعد اصلاح بکنه ممکنم هست نه توی همون قیمت 3858 تومن اصلاح بکنه ممکنم هست بین اینها اصلاح بکنه خب شما وقتی توی این محدوده قیمتی میرسید باید یه سری عوامل و فاکتورها رو چک کنید همون حجم معاملات رو توی اون روزهای معاملاتی باید چک کنید کندل هایی که زده میشه باید چک کنید و واگرایی هایی که روی اندیکاتورها میبینید اما از طرفی امکان این هم وجود داره که اگر نماد اومد توی این محدوده این محدوده رو خیلی راحت پشت سر بگذاره و بیا تا سقف قبلی که حدودا قیمت 4464 تومن هست اما ما میخوایم به طور دقیق حد سود مشخص بکنیم حد سودمون رو با توجه به امواج و فیبوهایی که حالا در سطح ها رو باید برشون مشخص بکنیم میذاریم توی این محدوده قیمتی و وقتی حالا توی این محدوده رسیدیم میایم چک میکنیم ببینیم که اصلا اوضاع از چه قرار هست ممکن اصلا قرار باشه که این روند ادامه دار باشه در گام بعدی هدف میشه 4461 تومن این دیگه حالا بستگی به خودتون داره که توی این محدوده بخواید از سم خارج بشید یا یعنی اینکه ریسک بیشتری رو بپذیرید متحمل بشید و حالا سهم رو نگهداری کنید ببینید که حالا بعد از این قراره چه اتفاقی برای نماد KBC بیفته خب نماد بعدی که توی لیست خرید من هست نماد تکمبا هست. نماد تکمبا هم متعلق هست به بازار دوم بورس. که گروه ماشینالات و تجهیزاته متاسفانه نمیتونیم خیلی حالا سیگنال دقیق و سیگنال خرید قطعی از روی تابلوی معاملاتی نماد با بگیریم ولی حالا خالی از لطف نیست که به این مباحث هم اشاره بکنیم که حجم معاملات تقریبا میشه گفتش که با میانگین حجم ماه با هم برابر هستند توی سربرگ حقیقی و حقوقی هم که نگاه میکنیم کار به خرید و فروش حقوقی نداریم چون مقدارشون قدری نیست که بخوایم حالا لحاظ بکنیم توی محاسباتمون و میمونه سرانه خرید و فروش حقیقی ها که من اون رو هم از قبل محاسبه کردم برای نماد تکم با سرانه فروش حقیقی و سرانه خرید حقیقی تقریبا توی یک رنج هست یعنی نمیتونیم با در واقع حالا اطمینان بگیم که قدرت دست خریداره یا قدرت دست فروشنده هست حالا یک مقداری سرانه فروش حقیقی بیشتر هست Uh, ولی خب خیلی اختلافشون این 18600 تا این 17000 رو خورده خیلی اختلاف زیادی ندارد حالا بریم روی نمودار نمودار رو همونطور که ملاحظه می کنید پنج موج اصلاحی زده شده موج آخر تقریبا تا انتهای موج قبلی هم پایین اومده ولی چون موج سه موج ممتد بوده انتظار می که موج پنج یک موج یک مقدار کوتاه شده باشه یا نهایتا به انتهای موج سه برسه خب یه نگاه بندازیم به حجم معاملات گفتیم چهارشنبه خبر خاصی نبوده ولی ظاهرا انگار که سه شنبه یک حجم نسبتا خوبی معامله شده برگردیم روز سه شنبه رو هم چک بکنیم خب این روز سه شنبه توی نماد تکنبا ببینیم چه خبر بوده تعدادشون تعداد خریدارهای حقیقی 956 تا بوده حجم خریدشون هم مشخصه تعداد فروشنده هاشم که 1062 تا بوده و حجمش هم تقریبا با حجم خرید با هم برابر هستن اما وقتی مح... محاسبه که بکنید قدرت قطعا در دست خریدار حقیقیه و ما انتظار اون حجمه رو داشتیم ولی از خرید و فروش حقوقی ها باز هم نمیتونیم توی روز سه شنبه که هفتم بهمن بوده سیگنال خاصی دریافت بکنیم خب با توجه به حجمی که توی روز معاملاتی سه شنبه زده شده و اگه یه دقت کوچیک که بکنیم میبینیم نوع کندل کندل این گالفینگ هست که انتظار میرفت در انتهای روند اصلاحی اتفاق بیفته ما انتظار داریم که یک سودی رو تجربه بکنه حد ضرر رو کجا بذاریم اگر قصد خریدش رو داریم لطفا خریدتون رو سرخطی انجام ندید چون که هیچ کدوم از سهمایی که معرفی کردم اینطور نیست که فردا فقط صفحه خرید باز بشن صفحه خرید بسته بشن و کندلی به جز صفحه خرید زده نشه بنابراین سعی کنید که توی بهترین قیمت ممکن سهم رو شکار کنید ما حد ضررمون رو میذاریم روی این خط فیبو که 100 صد درصد موج قبلی هست یعنی قیمت 897 تومن. حدودا 897 تومن 890 تومن میتونه حد ضررمون باشه. حالا این رو اگه بخوایم به صورت محدوده مشخصش بکنیم، این محدوده تا حدودا 925 تومن این رو میتونیم به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم. چنانچه حد ضررمون فعال شد، سهم رو میفروشیم. و توی قیمت های پایین تر مجددن اقدام به خرید میکنیم نکته اول نکته دوم این که تمام سرمایهمون رو فردا وارد هیچ کدوم از این سهم که گفتم نمی کنیم. مدیریت ریسک رو حتما رایت می کنیم. و حالا توی اندیکاتورها ها برای تکنبا مثلا مکدی رو چک بکنیم زبانش رو انگلیسی بکنم مکدی رو چک کنیم ببینیم مکدی چی میگه خب خطوط مکدی حالا بر اساس همین دو تا کندل سبزی که توی دو روز آخر معاملاتی زده شد میتونیم بگیم که این خطوط هیستوگرام در حال کوتاهتر شدن هستن ولی هنوز همدیگر رو قطع نکردن که سیگنال خرید بهمون به بده بنابراین فردا باید سهم رو نگاه بکنیم تابلوی معاملاتیش رو چک کنیم وضعیت کندلش رو چک کنیم و اگر دیدیم که مناسب هست همه چیز چون به لحاظ تکنیکال توی موقعیت مناسبی برای خرید قرار گرفته میتونیم اقدام به خرید بکنیم بعد از اینکه اقدام به خرید کردید سهمو تا کجا نگه داریم حالا من سهمو خریدم نمیدونم کجا باید بفروشمش البته که در دراز مدت ما انتظار یک موج ABC رو داریم که یک موج سعودی باشه اما این سیگنالی که من دارم در مورد صحبت میکنم یک سیگنال کوتاه مدت هست و از اونجایی که با توجه به این ابزار گنی که من رسم کردم و با توجه به اینکه یک بار تا نزدیکی این خط گن اومده سهم و ریزش داشته میبینیم که خب سهم داره به این خطوط گن واکنش نشون میده بنابراین میایم ترکیب میکنیم خطوط گن رو با سطوح فیبو و حالا هدف قیمتیمون رو میذاریم توی این محدوده یعنی محدوده هزار و, و, پنج و ستومن تا حدوداً هزار و سی سد و چهل تومن. ممکنه از این بالاتر بره خیلی راحت بدون اینکه مقاومت براش به حساب بیاد ازش بالا بزنه ممکنم هست نه به این خط واکنش نشون بده بنابراین ما باید اینجا باز بیایم و شرایط نمودار رو حجم معاملات رو و یه سری از این فاکتورهای اینطوری رو چک بکنیم یه مقاومت پیش روی سمپ هست قبل از اینکه به این هدف برسه تقریبا نگاه کنید نزدیک به این سطح پنجاهه و حالا این کندلی که اینجا است که توی یکی دو روز معاملاتی آینده باهاش مواجه میشه ولی در کل میتونیم بگیم که تارگتش رو یا هدف قیمتی رو میتونیم بذاریم روی قیمت هزار رو 253 تومن تا 1340 تومن ممکنه که حالا حد ضرر فعال بشه اگر فعال شد که از سم خارج میشیم منتظر یک موقعیت مناسب میمونیم RSI رو هم چک بکنم ببینیم وضعیت RSI به چه صورت هست خب RSI هم خب همونطور که انتظار میره سر RSI 14 با بازه 14 به سمت بالا هست و RSI مثل مکدی البته سیگنال سیگنال خرید نداده ها ولی خب همه چیز برای سعود مساعد هست ما حجم معاملات رو توی دو روز معاملاتی قبلش هم مقایسه کردیم دیدیم که تقریبا توی وضعیت مناسبی قرار گرفته خب استوک رو هم چک کنیم استوکستیک رو هم باز کنیم ببینیم که استوکستیک بله خب استیک از اشباع فروش اومده بیرون خط استوک و خط سیگنالش هم دیگر رو قطع کردن و حالا یک مقداری از این خط چینه اومده به سمت بالا و همین که از اشباع فروش اومده بیرون همین میتونه مهر تاییدی باشه به همین سیگنالی که ما از نماد تکنبا گرفتیم ولی باز هم میگم تمام سرمایه رو یک جا وارد سهم نمی کنیم و اینکه تمام این سهمی رو که معرفی کردم در طول این ویدیو توی روز معاملاتی بعدی که فردا هست زیر نظر قرار بدید ممکنه همشون حالا شرایط جوری باشه که هیچ تحلیلی صد درصد نیست ممکنه منفی هم باشد اما حتی اگر منفی بودن از نظر تکنیکال اونقدر وضعیتشون خوب هست که شما بتونید به صورت پله اقدام به خرید بکنید خب ممنون از همه شما دوستای عزیز که در طول این ویدیو من رو همراهی کردید امیدوارم که هفته پرسودی رو پیش رو داشته باشید